بسم الله الرحمن الرحیم در ویدیو های درسی قبلی ما شما بالای هرمون ها بحث شروع کرده بودیم و بالاخره بالای هرمون انسولین هم بحث کردیم در این ویدیو درسی ما شما بالای آخزی انسولین بحث می کنیم که ساختمان آخزی انسولین به کدام شکل است و چطور طور میتواند که تغییرات مختلف را در داخل اوزیت و بالاخره در داخل حجرات به وجود بیارد اگر ما آخیزی انسولین را در نظر میگیریم اخیزی انسولین به شکل پروتینی است یعنی یک ساختمان پروتینی دارد و ما شما گفته بودیم که تمام هرمون هایی که آنها ساختمانش پروتینی باشد و یا هم منحل شه هم نباشد یعنی استرویدی نباشد اینها برای فعالیت خود بالای سطح حجرات که بالایش تاثیر می یا مو حجرات هدف که برای اینها استن در سطح حجرات برای خود آخیزه دارد و اخیزی انسولین هم از نوی آخیزه های تایروزین کاینز می باشد که ساختمانش پروتینی از و دو نو زنجیر دارند یک نو زنجیرش به نام الفاس و یک نو زنجیرش به نام بیتا یاد می شود که در یک آخیزه انسولین دو زنجیر الفا موجود است و دو زنجیر بتا موجود است که امو زنجیر های الفا در بیرون غشا موجود است یا در سطح غشا موجود است که انسولین با آن یک جا می شود و آخیزه های یا زنجیر های اینسولین در داخلي سايټوپلازم موجود اس کې کی ټایروزين کایناز هم درېجا موجود اس وو وقته انسولین معين بالاي اخزي خود وصل ميشود اي سبب ازي ميشود کې ټایروزين کایناز در داخلي قسمتي کې در سایتوپلازم موجود است یعنی مو قسمت سایتوپلازمی که انسولین او فعال می شود و از سبب ازی می شود که تایروزین کینز فعال شود و ریزیوهای یا مباقی تایروزین که در این قسمت موجود است اینها را فاسفورلیشن می که ما شما در ویدیو درسی آخیزه و مکانیزم آخیزه ها روش بحث کردیم وقتی تایروزین کیناز فعال شد تایروزین ها فاسفوریلیشن شد بعدا پروتین های مختلف در داخل حجرا با این تایروزین کیناز یا با این فاسفوریلیشن وصل می شود و می که پروتین های مختلف را فعال سازد از اون جمله پروتین های یک پروتین بنامی نام انسولین ریسپتور سبستانس است که این پروتین فاسفوریلیشن می شود فعال می شود و وقتی این پروتین فعال می شود این می که پروتین های مهم مختلف

که در داخل حجره موجود است و همچنان انزایم های مختلفی که در داخل حجره موجود است اینها را فعال سازد و از سبب تغییرات مختلف شد مثلا اگر ما انسولین ریسپتور سبستنس وقتی فاسفارلشون شد را در نظر بگیریم این می با فعال سازی پروتین های مختلف فکتر های مختلف ساختمان های مختلف انزیم های مختلف این سبب عظیم شد که سلگروت صورت بگیرد یا ساختن پروتین ها صورت بگیرد چون ما گفته بودیم که وقتی پروتین ها یا انزایم ها فعال می شود این می برای ترانسکریپشن دی این ای و برای ترانسکریپشن جین های مختلف و همچنان بالای بیان شدن و نبیان شدن جین های مختلف تاثیر داشته باشد و از همین علت است که می تواند پروسنتیز پروتین ها را بسازد همچنان انزایم های مختلف را فعال می سازد که سبب گلیکوژن سنتز می شود یعنی گلیکوجن از گلوکوز یا هم از ها ساخته می شوند و همچنان سبب گلوکوز ترانسپورت میشود که گلوکوز از پلازما به داخل حجرات می شود اینها تمامشان توسط اینمی فاسفورلیشن و دی و فعال شدن انزیم ها و پروتین ها و فکتور های مختلف است که ё фаъол мешаванд ва ё ғайр фаъол мешаванд агар вақти мо инсулинро дар назар мегирим ва ё ҳам карбоҳайдрет ро аз ғизо мегирим дар дохили плазмо вақти ҷазб мешаванд ва ғилзати глкоз зёд мешаванд и сабаб мешавад ки панқарас ро танбиҳ карда ва ҳормони инсулин ро тарашҳ кунад вақти ҳрмони инсулин ба плазмо расид инсулин д حجراتی که برایش آخیزه دارد و یا حجراتی که برای انسولین حجراتی هدف استن بالای اینها وصل می و به این شکل می تواند که تاثیرات مختلفی را داشته باشد که از او جمله ما یک شد تشریح می کنیم و دیگهش ما در قسمت یا در ویدیو درسی که بالای آخیزه ها داشتیم هم بحث کردیم مثلا تیروزین کانیز وقتی فعال شد یکی از پروتین خواهی را که فعال می سازد ای انزایمی فوسفاتیدیل ایونوزیتول فری کینیز اس کی وقته انزائم فعال میشوود ایست سبب میشود کی ایونوزیتول دای فوسفات کی در خودی غشای حجریه موجود است یې را فوسفورلیشن کولد او یې تبدل شوهد با ایونوزیتول تری فوسفات یا پی آی پی 3 یا ایونوزیتول تری فوسفریس فوسفات هم بریش میګید وقته ایونوزیتول تری فوسفات ساخته میشود یې با همو وزیکل های کی ترانسپورټر ګلوکوز درات گلوکوز برای خود ترانسپورت های مختلف دارد انواع مختلف دارد که بعض دا بیوشیمی میتابولیزم یا در مو بی... میتابولیزم ها ما شما بالاش بحث میکنیم این در داخل ویزیکول ها در داخل سایتوپلازمی حجرات موجود است وقتی ایون زیتول فسفات فاسفیت ساخته شد تا وقتی فسفات ترس فاسفیت وقتی این انزیم فعال شد این سبب این انزیم خودش توسط انسولین فعال میشه از زیتول ترس فاسفید سبب می شود که این ویزیکل ها به غشای حجروی برامد و ترانسپورتر های گلوکوز را در داخل بر خود غشای حجروی بسازد یه دریجا جا می شود چون این ترانسپورتر گلوکوز است می تواند که گلوکوز با داخل حجره داخل شود و به همین شکل در انساجی که برای انسولین آخیزه دارد و یا هم از نوع گلوکوز ترانسپورتر چار دارند که در اکثرشان در جگر است در کبد است در عضلات است در انساج شهمی است وقتی انسولین بالاش تاثیر کرد اینها میرود بالای سطح یا در خود غشای حجروی حجرات معلوم می شود و ظاهر می شود بعدا گلوکوز توسط این ترانسپورترها ها داخل حجرات می شود و در داخل حجرات این می تواند که ذخیره شود به شکل گلیکوجن و یا ای که توسط انزیم های مختلف به مصرف برسد اړې <اليه> ټولې د شیانو چې صورت میگیرت تواصط انسونی نسیه مثلا ینه مې انسونی نس کې تواصط اخیزی خپل فوسفوريلیشن راو جوړه انزایم ګلوکو گلایکوجن سنتیز را فعال میسازد یا هم انزایم فعال شډنیش هم په شکل فوسفوريلیشن است کې او انزایم را فعال میسازد یا هم په شکل ځین است کې گلایکوجن فوسفوريلیز را نه می کړ چون را فوسفوريلیشن کرنا او نه می شوات سبب نهی تجزیه گلائیکوجن میشود که ما در سلاید بعدی بالایش مفصلا بحث میکنیم به این شکل میتواند که انسولین وظیفه خود را یا تاثیر خودرا بالای حجرات کند او واي او तमाम چیزای کی نو مګم مثلا انزایم ګلایکوجن فوسفورالیس فعال میشوود یا انزایم ګلایکوجن سنتیز انزایم ګلایکوجن فوسفورالیس غیر فعال میشوود یا انزایم ګلایکوجن سنتیز فوسفورالیشن شوه او فعال میشن یي تواصدی ازي است کی دا پروتین ها وقته فوسفورالیشن میشن بلخیره یي یک انزایم دیګی به نام پروتین کیناز بی را فعال میسازد پروتین کیناز بی یکی اسم انزایم های اصلا کی پروتین های اختلاف را فاسفورلیشن کرده و این تمام چیزهایی که در داخل یا تمام پروسه هایی که در داخل حجرات صورت میگیرد توسط امین پروتینی انزایم پروتین کینز بی میباشد و همچنان یک انزایم دیگه که ما قبلا سرش بحث کردیم ایونز تول ترس فاسفیت کینز است که ایونز تول دای فاسفیت را کرده و با ایونز تول ترس فاسفیت می این سبب فعال شدن ای, سببی ای یا سبب وصل شدن ای با غشای حجرایی میباشد باشد که گلوکوز ترانسپورتر در اینجا جا با می شود و گلوکوز به داخل حجرات می و به همین شکل است که یا به همین میخانیکیت است که گلوکوز که سویش در پلازما زیاد است داخل حجرات شده یا برای انرژی به مصرف می یا به شکل گلیکوجن ذخیره می و یا در بعضی از حالات می به فتی اسیدهای مختلف تبدیل شود و به این شکل سویه گلوکوز در پلازما کم می اگر ما رول میتابولیکی انسولین را در نظر بگیریم عمدتا ما قسمت هایی را میخوانیم در این ویدیو درسی یا در این قسمت ها که عمدتا این فعالیت ها را به وجود می باز مفصلا ما در بیوشیمی که میتابولیسم ها را میخوانیم یا در میتابولیسم کربوهیدرات ها مفصلن بالاش بحث می کنیم انسولین سبب فعال شدن گلوکو، گلوکوز کایناز می شوند که فاسفارلیشن گلوکوز را زیاد می کند وقتی فاسفارلیشن گلوکوز در داخل حجرات زیاد شد این گلوکوز به مصرف می و این سبب می شود که سبیه گلوکوز در داخل پلازما کم شد چون وقتی گلوکوز به مصرف می رسد داخل حجرات زیاد می شود و چون در داخل حجرات زیاد می شود سبیش در پلازما کم می شود. همچنان که انسولین توسط همو میخانیکت هایی که در سلاید قبلی بالایش بحث کردیم سبب فاسفارلیشن پایروویت دی هایدروژنیز می شوند وقتی پایروویت دی هایدروژنیز که یکی از انزایم های هستند که پایروویت را تبدیل میکنند به اسیتایل کو ای و اسیتایل کو ای باز داخله کریب سایکل می شوند و گلوکوز به همین شکل به مصرف می رسد و به انرژی تبدیل می شوند وقتی این انزایم فاسفورلیشن شد و فعال می شود وقتی فعال شد سبب مصرف گلوکوز بیشتر می شود وقتی گلوکوز زیاد مصرف شد بس معنی ازی است که حجره به گلوکوز دیگه هم ضرورت می دارد دیگه هم گلوکوز به داخله حجره داخل می شوند و سویش در پلازما کم می شود که وظیفه اساسی انسولین همین است تا سویه یا غلظت گلوکوز را در پلازما کمتر بسازد همچنان انزایم گلایکوجن سنتز را فاسفورلیت کند و او هم فعال می شود که گلایکوژن ها را می سازد با شکل مختلف توسط مکانیزم های مختلف این مکانیزم ها هستند که یا فاسفارلیشن میکنند یا انزیم های رفعال میکنند که دی فاسفارلیشن میکنند و با شکل مختلف در حجرات مختلف سبب ترانسکریپشن های جین میشود سبب خاموش شدن جین ها شده میتواند سبب بیان شدن جین ها شده میتواند و همچنان با شکل مختلف میتواند که تغییرات مختلف را وجود بیارد که اگر ما در نظر بگیریم این گلوکوز سنتز را کم میکند یعنی گلوکوز در باز از حالات وقت گلوکوز سویش کم باشد از مواد مختلف فتی اسید ها امینو ها این ساخته می شود که نام گلوکو نیوجنیز پرو پروساید می شود انها را کم می سازد چون گلوکوز خودش موجود است و انزایم هایش که گلوکوز را از دیگه منابع می سازد ها را غیر فعال می سازد و به این شکل گلوکوز دیگه ساخته نمی شود یک گلوکو نیوجنیز کمتر تر می شود گلیکوجن زیاد ساخته می همچنان لیپید ها میکند می تجمع می به به خاطر ازی وقتی گلوکوز باشد ما گفتیم که کی... برای انرژي گلوکوز به مصرف میرسد و چون انزیم هایی کی گلوکوز را به میتابولیزم میرسانند ای ګلو انزیم ها را فعال میسازد و به شکل دیگه ضرورت نیس کی لیپید ها به مصرف برسد برای تولید انرژي و همچنان در بعضی از حالات وقتي سویه گلوکوز بیخي زیات باشند ای سبب میشواد کی از گلوکوز ها لیپید ها ساخته شوات به معنی است کی لیپید در داخله ی وزیت تجمع پیدا میکنند خصوصا در حجراتی کی دیپوتیشوز اس یا حجرات انسای شهمین اگر ما در ادیپو تیشوز در نظر بگیریم یا در انساج شه، شحمی در نظر بگیریم گلوکوز با متابولیسم زیاد می شود چون گلوکوز خودش به مصرف میرسد و انزیم هایی که گلوکوز را به مصرف می آنها را فعال میسازد که ما در قبلا بالایش بحث کردیم همچنان لیپوجنیسیس زیاد می شود یعنی ساختن لیپید ها خصوصا تریگلیسیرید ها و فتی ها زیاد میشوند همچنان اگر ما در عضلات در نظر بگیریم گلوکوز زیاد با متابولیسم میرسد گلایکوژن سنتز زیاد می شود کاتلی م... عضلات زیاد میشوند به خاطر ازی که در وجه گلیکوژن زیاد میشوند و همچنان در اگر ما در عصب در نظر بگیریم یا در دماغ گشنگی دماغ زیاد میشد چون گلوکوز دیگه قسمت ها زیاد به مصرف می رسد و خود دماغ فقط انرژی خود را از گلوکوز می گیرد و در بازی از حالات از فتی اسید ها از, از, از همین علت است که فتی اسید ها به میتابولیزم نمی رسد چون نهی شده توسط انزیمی توسط هورمون انسولین ولی گلوکوز در دیگه انساج زیاد داخل می شوند و همچنان می تواند که مشکلات مختلف را اگر از حسوی نرمال زیادتر می شوند و یا اگر ما زیاد از شیرنی باب استفاده می کنیم در این حالت همچون شهمیات زیاد ساخته می شود از انسولین توسط انسولین از کربوهیدرات ها به این علت است که انسان می تواند که چاق شود و مشکلات مختلف را هم می تواند به وجود بیارند اگر ما رول متابولیکی هرمون انسولین را بالای گلایکوجن در نظر بگیریم گفتیم که سبب نهی انزایم گلایکوجن فاسفورالیز می شود که انزایمی که گلایکوجن را تجزیه می سازد چون ضرورت به تجزیه گلایکوجن نیست گلوکوز موجود است از گلوکوز ما استفاده میکنیم از همین علت است که میکند فاسفورالیشن می انزایم را وقتی انزایم دیفاسفارالیشن چه دیگر دیگه فعالیت کرده نمی همچنان انزایم 6G یا گلوکوز سیکس فاسفاتیز ای را نهی می کند وقتی یا ای را که نهی می کنند هم سویش کم می شون و ای را وقت سویش کم می شود نهی می شود دیگه گلوکوز به مصرف نمی رسد. یعنی ای با گلوکوژن باید تبدیل شود همچنان ترایگلیسرید ها زیاد می شود چون ما گفتیم که شحمیات را زیاد می سازند اگر ما بالای پروتین ها در میتابولیزم پروتین ها از رول انسولین را در نظر بگیریم سبب می شود تا ترانسپورتر هایی که برای امینو اسید ها هستند اینها زیاد شود وقتی امینو اسید ترانسپورترش زیاد می شود به معنی از این که امینو اسید زیاد جذب می شود و اینها به پروتین زیاد تبدیل می شود و سبب زیاد شدن پروتین ها می شود. یعنی پروتین ها زیاد ساخته می شوند. ба اин шакл ҳрмوни иنсулин مетавонад ки дар шаҳмیёт болои карбоҳیдратҳо болои прوтинҳо рوли метاболикии худа ба ин мехоникятهо дошта البته ای به شکل خلاص بود که باز ما به شکل مفصل اینها را در ویدیوهای درسی که در بیشیمی میتابولیزم است یا ما میتابولیزم کربوهیدرات ها و پروتین ها و شحمیات می خوانیم در اون قسمت ها زیاد است ای به شکل خلاص رول انسولین بالای میتابولیزم مرکبات مختلف خصوصا کربوهیدرات ها شحمیات و پروتین ها بود تشکر از توجهتان در ویدیوهای درسی بعدی بالایи هرمونهای گلوکا... گلوکاگون و هرمونهای دیگر بحث میکنیم